با استفاده از تعویز کردن x و y را معلوم کنید ما اینجا یک سیستم از معادلات را داریم معادله اول دو وای مساوی به x جمع هفت می باشد و معادله دوم اینجا x مساوی به y منفی چهار است پس چیزی که ما می خواهیم انجام دهیم وقتی آنها تعویز کردن می گویند چیزی که ما انجام می دهیم تعویز کردن یکی از متغیرها با یک عبارت می باشد تا که ما یک معادله و تنها یک متغیر داشته باشیم صبر کنید به شما نشان دهم که در چی مورد حرف میزنیم پس صبر کنید این معادله را بنویسم دو وای مساوی به x مثبت هفت است و ما معادله دوم را در اینجا داریم که x مساوی به وای منفی چهار است لذا اگر ما در جستجوی کدام x و وای هستیم که هر دو معادله را صدق کند خب می توانیم بگوییم ببینید در x و وای هر دو باید شرط را صدق کند هر دوی این شروط باید صحیح باشند پس x مساوی y منفی 4 است پس هر جایی در این معادله بالا که x را بینیم، در هر جایی که ما x می میگوییم که خب ببینید x نظر به محدودیت دوم x باید مساوی به y منفی 4 است پس در هر جایی که x را میبینیم میتوانیم این را با یک y منفی 4 تعویز کنیم پس بیایید آن را انجام دهیم پس اگر ما y منفی 4 را با x در معادله بالا تعویز کنیم معادله بالا دو وای مساوی به بجای x نظر به شرطی که به ما گذاشته شده است x مساوی به وای منفی چهار باید شود پس به جای x ما وای منفی چهار می نویسیم و بعدا ما مثبت هفت داریم یگانه کاری که کردم تعویز کردن x به وای منفی چهار بود شرط دوم به ما می گوید که ما نیاز داریم این را اینجا انجام دهیم y منفی 4 باید مساوی به x شود یا x مساوی به y منفی 4 شود خب در اینجا حالا یک معادله جدید داریم معادله با یک متغیر می توانیم که y را معلوم کنیم پس داریم که 2 y مساوی است به y و بعدا منفی 4 و مثبت 7 را داریم پس y مثبت 3 می توانیم y را از هر دو طرف این معادله تفریق کنیم طرف چپ دو وای منفی وای فقط مساوی به وای می شود وای مساوی است به اینها اختصار می شود وای مساوی به سیست و بعدا می توانیم به عقب رفته و این را در یکی از معادلات تعویز کنیم تا x معلوم گردد این آسان تر است در اینجا پس بیایید اینجا تعویز کنیم x باید که مساوی به وای منفی چهار گردد پس می توانیم بگوییم که x مساوی به سه منفی چهار است که مساوی به منفی یک می شود پس حل در این سیستم x مساوی به منفی یک و وای مساوی به سه است و شما می توانید این رو اثبات کنید که در این معادله بالا در اینجا کار می کند دو به سه مساوی به شش است که بدون در واقع مسایل منفی یک جمع هفت می شود حالا می خواهم با شما نشان دهم که اینجا ما تعویز کردیم ما یک عبارت داشتیم یا یک معادله داشتیم که به صورت واضح x را معلوم میکرد پس ما می توانیم x ها را تعویز کنیم چیزی که به شما می خواهم نشان دهم این است که ما می توانستیم این را به یک روش دیگر نیز انجام دهیم می توانستیم y را حل کرده و وای ها را تبدیل کنیم بنابراین بیایید آن را انجام دهیم ما می که یک معادله را تعویز کرده و در معادله بعدی قرار دهیم و یا برعکس آن به هر روش ما عین جواب را حاصل خواهیم کرد پس به جای گفتن این که x مساوی به y منفی 4 است در معادله دوم اگر ما 4 را به هر دو طرف این معادله اضافه کنیم حاصل x مثبت 4 مساوی به y می شود این عین معادله می باشد من فقط 4 را به هر دو طرف این معادله در اینجا اضافه کردم و حالا از آنجایی که ما در این معادله وای را حل کردیم ما می توانیم معادله اول را استفاده کنیم معادله اول و در هر جایی که وای را ببینیم می توانیم آن را با x مثبت 4 تعویض کنیم پس این ضرب دو است به جای دو ضرب وای می توانیم دو ضرب x مثبت 4 بنویسیم دو ضرب x مثبت 4 مساوی به x مثبت 7 می توانیم که این دو را ضرب کنیم. لذا دو x مثبت 8 حاصل می شود که مساوی به x مثبت 7 است. می توانیم x را از هر دو طرف تفریق کنیم. و بعدا ما می توانیم 8 را از هر دو طرف این معادله را تفریق کنیم. 8 را تفریق کنیم. طرف چپ آن اختصار می شود. و تنها نزد ما یک x باقی مانده است. در سمت راست آن اختصار می شود و من منفی یک می باشد و سپس می توانیم دوباره اینجا تعویز کنیم داریم وای مساوی به x مثبت چهار یا وای مساوی به منفی یک مثبت چهار مساوی به سه پس یک بار دیگر ما این جواب را گرفتیم با وصف این که این بار ما وای را به جای x تعویز کردیم خوشبختانه آن برای ما جالب بود